عزیزان با آیه در واقع همه این حرفهایی که ما در مورد زنها و مردها و ساختار هر یکی از این دو خلقت الهی سخن میگیم در واقع در فلک یک آیه ای از قرآن کریم که لیس ذکر و کل ما میچرخیم که خداوند متعال مرد و زن رو به صورت تکاملی آفرید که اون نیازهایی که مرد داره در زن برآورده بشه و اون نیازهای زن در مرد این دوتا نیمکره همدیگر رو نیمکره انسانی همدیگر رو تکامل میدن و دیدیم که چقدر نیاز مرد به زن به چه اندازه زیاد هست به همون اندازه نیاز زن به مرد اهمیت داره و همون حجم رو داره و هرگاه که شما میبینید در جامعه در عقل باطن جامعه این نهفته است یعنی وقتی که جامعه احساس میکنه که یک جوونی به مرحله ای از عمری رسید که باید شق دوم اون در کنارش باشه هی در تلاش هست که این جوون ازدواج بکنه اونی که دستش بهش نمیرسه از دوروبر نیست میپرسه آقای فلانی هنوز ازدواج نکردی یعنی نیمه دومت کو و اون کسی که در کنارش هست تلاش میکنه از این ور اون ور این نیمه بهت میچسبه یا نمیچسبه ببینیم که کدوم نیمه مناسب تر هست همه دنبال این هستند که این انسان ناقص رو با نیمه دومش کامل بکنند همینی که یک دختری به پا به مرحله رشد میگذاره و به مرحله ازدواج میرسه همین حکایت در جریان هست یعنی اینی که عقل باطن جمعی جامعه انسانی این رو درک میکنه که زن و مرد یک دیگر رو کامل میکنن اما متاسفانه برخی از برداشتهای شهوانی و یا برخی از برداشتهای غیر فطری که برخی از انسانهای منحرف حالا چه منحرف اخلاقی چه منحرف فکری چه منحرف اقتصادی یا منحرف روحی روانی اینا در یک برداشت های منفی و غیر درستی رو به جامعه تلقین می کنن که در این برداشت ها شما یک سیتیزی رو که در فهم اینهاست در واقع یک جنگی رو بین زن و مرد تلقی می کنید که هر یکی تلاش داره که چیزی از هیته اختیارات دیگری رو روی خودش روشانه خودش بذاره یا چیزی از هیته فعالیت های خودش رو بندازه روی مسئولیت طرف مقابل گویا یک نوع ستیزی هست گویا یک نوع که اینها همش در واقع ترشحات فکری افراد بیماری هست که بر حال بنا به دلایلی در کشورهایی که در اونجا تربیت خانوادگی نبوده یا به صورت زیر فشارهای روحی روانی اینها قرار گرفتند یک نوع انحراف فکری و انحراف فطری در اونها زاییده شده و این انحرافات رو شما در فیلم ها در رسانه ها به شیوه های مختلفی میبینید که میخوان که تمام جامعه رو به همون انحراف دعوت کنند و به سوی همون انحراف بکشونند پس ما باید بفهمیم که ما انسان ها آفریدگاری داریم که برای ما برنامه زندگی رو مشخص کرده و قضیه ازدواج هم چقدر بهش تاکید شده و در تاکید اون پای چیزهایی که یک ازدواج سالم رو پای ریزی میکنه رو هم برای ما پیامبر اکرم صلی الله علیه مشخص کرده که اگر کسی اومد به بخواست خواستگاری پیش شما اذا اکن من ترضون دینه و خلقه اگر کسی اومد که شما از دین و از دینداری و از اخلاق اون راضی هستید پس دین و اخلاق دو اهرام بسیار مهمی هستند که شما باید اینها این دوتا رو خوب مد نظر داشته باشید در طرف مقابل چرا چون به اندازه دینداریش به همون اندازه پایبند هست به ارزش ها به همون اندازه به دختر یا پسر شما ظلم نمیکنه. به اندازه دینداریش کرم و سخاوت داره به اندازه دینداریش انسان دوستی داره به اندازه دینداریش از ظلم و ستم دوری میکنه به اندازه دینداریش به اون عهد و پیمانی که با خدا بسته پایبند هست در واقع ازدواج یک عهد و پیمان هست بین یک انسان با پروردگارش که خدا یا بار اله ها این انسانی که با من نامحرم هست اگر این رو محرم من قرار بدی من عهد و پیمان می‌بندم با توی الله که این فرد رو خوشبختش بکنم